این هفته پهپاد پیک میشه، برنزلی اینترنت رو چپه میکنه و اندی سرکیس نقش یک ارک دردمند و رنجور رو بازی میکنه. Please look, take me home. I can sing, I can dance. Just take me home. I can do anything. شرکتی که احتمالاً بیشتر از هر شرکت دیگه‌ای در مورد من میدونه، شاید حتی از خودم هم بیشتر بدونه، گوگله. باورتون میشه که گوگل امسال 20 ساله شد؟ با اینکه ظاهرش همونی که 20 سال پیش بود، اما در پشت پرده انقدر بزرگ شده که قابل وصف نیست. همین چیز از اونجا شروع شد که این دو دانشجوی دانشگاه استنفورد یک پروژه کوچیک شروع کردند که یک فهرست قابل جستجو از صفحات شبکه جهانی درست کنند. قبل از اونها هم کسانی این کار رو کرده بودند، ولی چیزی که پروژه اونها رو از بقیه متمایز میکرد طراحی تمیز روش رتبه بندی نبوغ‌آمیزش بود. الان ولی موتور جستجوی گوگل فقط یکی از پروژه های شرکت مادر گوگل یعنی آلفابته. غیر از اون دستیار شخصی و همطور سیستم عامل اندروید هم شرکتش تولید میکنه. بجز اینا آزمایشگاه پژوهشی مونشات فکتوری هم هست که چشم نوازترین و بزرگترین پروژه ها رو میشه اونجا دید، جایی که کمتر کسی داخلش رو دیده. دستور کار این آزمایشگاه حل مزلات بزرگ جهان به کمک فناوریه. هر روز یک طرح عجیب و غریب ارائه میدن، مثلا پیک هوایی که برای مردم ساندویچ مکزیکی ببره. اینجا آدم ها حتی برای تعطیل کردن پروژه هم جایزه میگیرن. جالبه بدونیم چه جوری این شکست خواهی باعث خلاقیت میشه. گوگل هم مثل رقیبش آمازون دنبال اینه که پیک هوایی را بندازه. ولی برخلاف پهپاد ساخت رقیب، پهپاد گوگل بدون اینکه فرود بیاد بسته رو میرسونه. یه قلاب داره که آزاد میشه و بسته میفته پایین. در بهترین حالت میتونه 1.5 کیلو بار رو نزدیک به 20 کیلومتر حمل کنه. پرواز با سیستم هاور مطمئن‌تر و امن‌تره. اگه دقت کنین 12 تا از اینا داره. حتی اگه چند تاش هم دچار مشکل بشه باز میتونه پرواز کنه. وینک سالهاست در استرالیا برای سگ‌ها خوراکی میبره و خروار داده جمع میکنه، ولی در آمریکا رقابت جدی‌تر از این حرفاست. به لطف برنامه جدید اداره هوانوردی فدرال آمریکا که اتفاقا مورد حمایت دولت ترامپ هم هست، به زودی پهپادها در ده‌ها منطقه این کشور به پرواز در میان. به اینجا میگن آشپزخونه طراحی، اینجا قلب مونشات فکتوریه. طرح‌های جدید میدن، نمونه آزمایشی میسازند و گاهی نابودشون میکنند. People ask regularly, "Oh, you have to have near infinite money." هر کی به من میرسه میگه شما که هرچی بخواین پول دارید حروم کنین. اتفاقا دقیقاً برعکسه. شما ممکن امروز متوجه شی پروژه یه نقطه ضعفی داره که نهایتاً میزنش زمین. یا ممکن 3 سال دیگه بعد اینکه 10 میلیون دلار هزینه کردی بفهمی. اگه بخوای طول بدی باید پول نامحدود داشته باشی که در مورد ما صادق نیست. ما اینجا با طرح‌ها قمار نمی‌کنیم. این یه شیشه سوخت دریایی یکی از پروژه‌های محبوب منه. ایده این بود که از دیوکسید کربن موجود در آب دریا سوخت تجدیدپذیر بسازیم. هدف این پروژه خیلی بزرگتر از پیک هوایی بود. مبتکرهاش دنبال حل مزل تغییرات اقلیمی بودن. پروژه 1-2 سال پیش تعطیل شد. روششون عملی بود ولی هزینه‌اش خیلی زیاد بود. با این حال تلر حتی از شکست‌های پرهزینه‌شون هم راضیه. یه طرح رو آزمایش کردیم، به نتیجه نرسید. از هر 100 طرح 99 تاش همینه. یعنی میریم جلو، سنگ رو برمی‌داریم، می‌بینیم زیرش هیچی نیست. ولی بالاخره یک بار هم زیر سنگ یه چیزی هست. پروژه لون یکی از این پروژه هاست. هدفش اینه که به نقاط دور افتاده دنیا هم اینترنت برسونه. اولین جا کنیاست.
طبعا خیلی ها به اینترنت بالونی ایراد میگیرن، از جمله به اینکه با تغییرات آب و هوا یا وضع اقتصاد قطع میشه. بعضی منتقدان جدیتر میگن پژوهشگران این آزمایشگاه کلن تو یک عالم دیگن. اما واقعا این پژوهشگران اصلا میدونن خارج سیلیکون ولی چه خبره؟ کار ما اینه که با دقت و با نگاه اخلاقی پیامدهای ناخواسته کارمون رو بسنجیم و سعی کنیم در طراحیمون تا جایی که ممکنه جلوشون رو بگیریم. با وجود اینکه بعضی طرحاشون به نتیجه رسیده، هنوز آزمایشگاه سودده نیست. این حرف که فناوری میتونه دنیا رو بهتر کنه کمی تکراری شده، ولی آدمایی که اینجا کار میکنن واقعا به این حرف اعتقاد دارن. شرکت اوکولوس که از زیر مجموعه های شرکت مایکروسافت به حساب میاد، پارسال این موقع از یک هدست واقعیت مجازی رونمایی کرد به نام اوکولوس گو، یک هدست مستقل که نیازی به کامپیوتر یا گوشی هوشمند برای اجرا نداره. به تازگی از یک هدست جدید پرده برداری شده به نام اوکولوس کوست که اون هم مستقله. همکارم استیون بکت رفته به سراغش تا اون رو از نزدیک بررسی کنه. اگر آدم بخواد حرف رسانه ها رو باور کنه، چند سال گذشته هر سال سال واقعیت مجازی بوده و با این حال VR هنوز اونطور که باید همه‌گیر نشده. پارسال گفتیم هدفمون اینه که 1 میلیارد نفر به واقعیت مجازی دسترسی داشته باشن. ببینیم پیشرفتمون چطور بوده. سال 2014 فیسبوک 2 میلیارد دلار خرج آکیولس کرد. 4 سال بعد در 5 کنفرانس آکیولس در کالیفرنیا زاکربرگ روی صحنه اومد. این بار با خبر خوش. این شما و این آکیولس کوست. امسال همه سر و صدای VR سر 2 چیز بوده: خلاص شدن از شر سیم و کامپیوترهای گرونی که باید بهش وصل شه، و بعد استفاده از این آزادی عمل برای تحرک. با ابزاری که 3 درجه آزادی داره همه طرف رو میتونین نگاه کنین، ولی بهتر نشسته باشین، چون اگر حرکت کنین دنیای مجازی باهاتون حرکت نمیکنه و این تفاوت حالت تهوع ایجاد میکنه. عینکای با 6 درجه آزادی این مشکل رو حل میکنه، یعنی میتونی هم اطراف رو نگاه کنی هم حرکت کنی. خیلی بهتر از قبلی هاست. الان تعداد زیادی عینک با 6 درجه آزادی توی بازار هست. کوست چی داره که با بقیه متفاوته؟ ما معتقدیم چند ویژگی مهم هست که هر سیستم VR که بخواد مخاطب گسترده پیدا کنه باید اونو داشته باشه. اول اینکه باید خودکفا باشه، یعنی سیم نداشته باشه. دوم اینکه باید حرکت دست رو بفهمه. و سوم اینکه 6 درجه آزادی داشته باشه. سازنده های آکیولس بر این باورند که برگ برنده کوست همین تشخیص حرکت دسته. ولی ببینیم درجات آزادی بیشتر چه خاصیتی داره. اگر دور بر من رو نگاه کنین، حتی یک حسگر هم نیست، به خاطر اینکه این 4 دوربین تمام کار رو انجام میدن و با نگاه کردن به اتاق تشخیص میدن من کجای اتاقم. بازیش تحرک داره، باید خودم رو گرم کنم که آسیب نبینم. دیو یه هدبند خیلی خوشگل بسته، نمیدونم بازیش با هدبند بهتر میشه یا نه. توی محیط مجازی کل فضای اطرافم بازسازی شده. معمولا واقعیت مجازی به لحاظ وسعت محدوده، در حد 1-2 متر یا فوقش به اندازه اتاقی که توش بازی میکنی، ولی این خیلی بیشتر از اینها رو داره پوشش میده. سازنده های آکیولس میگن سیستم تشخیص موقعیتشون در فضاهای بزرگ و در هر اتاقی کار میکنه. اینجوری تجربه های تازه و بیشتری میسر میشه. ولی موضوع اینه که اگه بهترین عینک رو داشته باشی ولی کاری نباشه باهاش بکنی، هیچ فایده ای نداره. در نتیجه محتوای خوب هم به همون اندازه مهمه. سازندگان آکیولس میگن تا سال دیگه که این عینک به بازار بیاد، محتوای مناسبش هم تولید شده. اخیراً انبوهی بازی تولید شده که از ظرفیت‌های فناوری جدید استفاده می‌کنه و ممکنه مردم رو ترغیب کنه VR بخرن. کنفرانس امسال آکیولس با نمایش گوشه‌ای از تحقیقات و پشت صحنه فناوری جدید به پایان رسید که حقیقتاً جذاب بود. از ارتباط بسیار باورپذیرتر با بدن خودمون گرفته تا ارتباط مجازی با آدم‌های دیگه. این تصویر رو که می‌بینین کلاً کامپیوتریه. به نوعی مرز بین دنیای واقعی و مجازی کمرنگ و محو شده. واقعاً تحسین برانگیزه. ولی مشخصه تا جایی که واقعیت مجازی بخواهد واقعا دنیا را عوض کند، راه درازی در پیشه.
اینم از گزارش استیون. کار وی آر اینه که آدم رو از دنیای واقعی جدا کنه، ولی واقعیت افزوده یا ای آر همون دنیای واقعی رو با تصاویر و گرافیک‌های قشنگ پربارتر می‌کنه. الان چند سال شرکتی به نام ماجیک لیپ در فلوریدا در تلاشه که عینک واقعیت افزوده‌ای بسازه که فضای اطرافش رو می‌سنجه و جلوه‌های تصویریش رو با اون تطبیق میده. تبلیغایی که پخش کردن همه رو به وجد آورده. خیلی چیزاش مثل فیلم‌های علمی تخیلی میمونه. فقط مشکل اینجاست که تا حالا هیچ کس عینک‌های ماجیک لیپ رو آزمایش نکرده بود که ببینه در عمل چه جوریه. تا اینکه بالاخره یک مدل محدودش رو برای برنامه‌نویس‌ها به بازار دادن. حدود 2300-400 دلار ناقابل. قبل از اینکه نسخه عادی برای مصرف کننده عادی به بازار بیاد، سازنده ها باید تجربه هایی خلق کنن که امثال من حاضر بشن برای این عینکی که آدم رو شکل دکتر اختاپوس میکنه پول بدن. همکارمون مارک چسلک رفته به استودیوی ایمیجینریوم متعلق به اندی سرکیس تا ببینه اونجا برای واقعیت افزوده دارن چه آشی میپزن. اندی سرکیس بازیگر و کارگردان سرشناس، استاد پرفورمنس کپچره. اونقدر به این کار علاقه داشت که سال 2011 در لندن استودیوی ایمیجینریوم رو بنیان گذاشت. کار ایمیجینریوم پرفورمنس کپچر برای فیلم و سینما و بازی‌های کامپیوتریه. اینجا با 60 تا دوربین و لباس‌های مخصوص و گیرنده‌های موقعیت سنج و حتی نرم‌افزارهایی که برای بازی‌های کامپیوتری نوشته شده، بازیگر رو تبدیل می‌کنن به شخصیت‌های کامپیوتری عجیب غریب. Right here we have a brilliant explanation. اینجا خیلی واضح میتونین ببینین که روی صحنه چه اتفاقی میفته. اون گوشه ها خود بازیگرها رو میبینین که دارن بازی میکنن. ولی روی این صفحه اون چیزی رو میبینین که دوربین های پرفورمنس کپچر میبینن. و اینجا به طور همزمان همون اجرا رو با شخصیت های کامپیوتری میبینین. برای خلق این شخصیت ها از موتور بازی آنریل استفاده میکنن. ایمیجینریوم و ماجیک لیپ که در کار واقعیت افزوده است و بسیار محتاطه که چیز از فعالیت‌هاش به بیرون دست نکنه، دست به دست هم دادن که فناوری هوش مصنوعیشون رو به رخ بقیه بکشن. شخصیت داستانشون یه ارک بدخلقه به اسم گریشنک. شخصیت رو خود اندی سرکیس در پرفورمنس کپچر خلق کرده. گریشنک از اون دست شخصیت‌های بدشانس دنیای دیجیتاله که بهشون میگن سوپر صفر. سوپر صفر به اونهایی میگن که بذار اینجوری بگم، بعضی شخصیت‌های خیلی قشنگ یا طرح‌های خیلی زیبا هستن که در نهایت به فیلم تبدیل نمیشن. گریشنک یکی از این شخصیت‌هاست. قرار بوده یکی از اورک‌های ارباب حلقه‌ها بشه ولی نشده. حالا زندگیش چی میشه؟ ممنون از توضیحت اندی. وقتش عینک ماجیک لیپ رو بزنیم ببینیم نمایشتون از نزدیک چجوریه. ببینیم چی میشه. الان شخصیت داستان از صفحه نمایشگر بیرون پریده، داره از یه سوراخ اینجا تو دیوار سرک میکشه. الان اومد روی این میز که جلومه. کاملا سبودیه. I love you so much. Please look, take me home. I can sing, I can dance. Just take me home. شبیه ترین چیز به این که من دیدم و شما ممکنه دیده باشین، هولوگرام های فیلم های اصلی جنگ ستارگانه. یکی از اعضای تیمی که گریشنک رو خلق کرده، جورج سیرزه. ماه فوریه که کار رو شروع کردیم، اول نصف روز با اندی سرکیس فیلم گرفتیم. چند روز بعدش پنجشنبه و جمعه، من و یه همکار دیگه تازه رفتیم فلوریدا یاد بگیریم از این ابزاری که باش تصویر گرفته بودیم چه جوری باید استفاده کنیم. سه روز بعد از تصویر برداری نسخه اول گریشنک آماده شد. تازه تونستیم ببینیم شخصیتمون روی این ابزار چه جوری دیده میشه. توی فیلم و سینما آدم بیشتر منفعله، میشینه تماشا میکنه. توی واقعیت مجازی و افسوده مخاطب میتونه جزی از ماجرا باشه، انگار به جای لم دادن خمشه جلو. فناوری که ما اینجا داریم یعنی پرفورمنس کپچر، به نظر میاد یکی از بزرگترین ابزارهای کمکی بازیگری در قرن 21. باش میشه هر نقشی بازی کرد، هر چیزی شد. میشه گفت داستان سرایی رو میبره به یک قلمروی دیگه. انگار آدم رو برمیگردونه به داستان سرایی کهن، به فضایی که آدم و شخصیت‌هایی که خلق کرده یه جان.
صفحه نمایش و پرده بینشون نیست. بنابراین خیلی بیش از اون چیزیه که به نظر میرسه. مثل میمونه که با شخصیت‌های داستان زندگی کنی. به جز ایمجینریوم شرکت‌های دیگه هم هستن که در این عرصه کار میکنن. و تا دیجیتال و اندستریال لایت و ماجیک هم دارن، نمونه های آزمایشی میسازن که ببینن با این تجهیزات چی کار میشه کرد. اما فعلا همین اورک با اون اخلاقش بهترین نمونه کارهایی که میشه با واقعیت افسوده کرد. و اورک بدخلق در ابری از 0 و 1 ناپدید شد. این هفته ربات‌ها حسابی سرشون شلوغ بود. ربات اطلس بوستون داینامیکس مهارت‌های جدید پارکور خودش رو به نمایش گذاشت. مجلس بریتانیا هم میزبان ربات پپر بود که در مورد هوش مصنوعی و آموزش و پرورش سخنرانی کرد. و در آمریکا بینا 48 اولین رباتی شد که به عنوان استادیار در کلاسی در آکادمی نظامی وست پوینت ارتش آمریکا تدریس کرد. بینا قبلاً دوره آموزشی فلسفه عشق رو در کالیفرنیا گذرونده بود. این هفته پل آلن از بنیانگذاران مایکروسافت در 65 سالگی بر اثر سرطان درگذشت. بیل گیتس از فعالیت‌های همکارش قدردانی کرد و گفت مایکروسافت بدون او هرگز اتفاق نمی‌افتاد. گیتس و آلن که در کلاس هفتم مدرسه با هم آشنا شدند، در سال 1975 مایکروسافت رو راه انداختند. یک سیستم خودکار برای بررسی تراکم بافت‌های پستان در ماموگرافی ساخته شده. ادعا شده این سیستم کارش رو در حد یک متخصص رادیولوژیست درست انجام میده. پژوهشگران دانشگاه MIT و بیمارستان عمومی ماساچوست این مدل یادگیری عمیق رو توسعه دادن که روی بیماران واقعی در یک درمانگاه آزمایش شده. تراکم بافت پستان یکی از عوامل مستقل بروز سرطان سینه است و این سیستم خودکار میتونه به شکلی قابل توجه در وقتی که صرف تجزیه و تحلیل تصاویر ماموگرافی میشه صرفه‌جویی کنه. MIT همینطور اعلام کرده که برای تأسیس دانشکده جدیدی در زمینه هوش مصنوعی 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری میکنه. این دانشگاه سال آینده افتتاح میشه و هدفش اینه تا دروس یادگیری ماشینی رو به دانشجویان در حوزه‌های وسیعی از شیمی گرفته تا تاریخ آموزش بده. و در آخر از الکتریسیته استفاده شده تا طعم و مزه آدامس مدت بیشتری روی زبون باقی بمونه. این دستگاه که آدامس برقی نامحدود نام گرفته ظاهراً بدون درده و به کمک جریان الکتریسیته زبون رو گول میزنه تا طعم‌های مختلف رو حس کنه. سیگار برقی شنیده بودیم، آدامس برقی نه. اگه من از همه جیکوپیکتون خبر داشته باشم احتمالاً بتونم به راحتی کنترلتون کنم. چرا؟ به خاطر اینکه به نقاط ضعف و قوتتون آگاهم و میتونم اونها رو به نفع خودم به کار بگیرم. در دنیای امروز که ردپای دیجیتال ما همه جا هست، چه کسی صاحب این داده و اطلاعاته؟ آیا امکان سوء استفاده ازشون هست؟ چه کسی و چطور میتونه این دیتاها و داده ها رو در اختیار بگیره؟ آیا ما میتونیم این کار رو انجام بدیم و داده های خودمون رو داشته باشیم؟ کاوون خاموش به دنبال پاسخ این پرسش ها رفته. از بچگی به ما گفتن توانا بود هر که دانا بود، یعنی قدرت دست کسی است که دانش و اطلاعات داره. اطلاعات واقعا همونطوریه که همه میگن، نفت جدیده. همه ما میدانیم که اطلاعات ما ارزش فراوانی داره، ولی برای سالهای سال این اطلاعات به سادگی در اختیار دیگران قرار دادیم، بدون از اینکه بدانیم چه کسی به این اطلاعات دسترسی داره و میخواد با او چیکار کنه. خدمات رایگان، شبکه‌های اجتماعی، ایمیل، خرید آسان و طرف دیگر ماجرا شرکت‌های بزرگ که هر حرکت ما را ثبت می‌کنند، اطلاعات ما را می‌فروشند یا حتی ازش استفاده می‌کنند که خصوصیات ما را بفهمن و بر اساسش بر ما تبلیغ بفرستند. اوایل امسال اتحادیه اروپا قانونی تصویب کرد با عنوان حفاظت از داده‌های عمومی برای اینکه از حریم خصوصی افراد محافظت کند. با این حال انبوهی از اطلاعات شخصی ما همچنان در اختیار غول‌های فناوری است و ازش استفاده میکنن. بعضی ها معتقدن مالک این داده ها باید خود ما باشیم، به این دلیل ساده که گردآوری این داده ها به لطف زیرساختی به نام اینترنت ممکن شده و این زیرساخت در ابتدا به کمک بودجه عمومی راه افتاده.
Now the real question is, what is the contract? پرسش اساسی اینه که نسبت جامعه با این شرکت‌ها چی باید باشه؟ شرکت‌هایی که نه تنها داده‌های شهروندان را جمع می‌کنند، بلکه هزینه فناوریشون رو هم از مالیات همین شهروندان می‌پردازند. اطلاعات واقعاً همونطوریه که همه میگن، نفت جدیده. در آینده این اطلاعات نقش حیاتی در شیوه دسترسی و برخورد شهروندا با خدمات مختلف خواهد داشت، به خصوص خدمات عمومی. یعنی عملاً نحوه دسترسی مردم به خدمات اجتماعی در کشورشون رو تعیین خواهد کرد. پروفسور ماریانا مازوکاتو، متخصص رشد اقتصادی و اختراعات جهانی، تلاش میکنه ارزش چیزهایی را که ارزششان معلوم نیست تعیین کنه. او معتقد یک نهاد عمومی باید متولی و مسئول اطلاعات ما باشه. So you could in fact have say a public data bank. مثلا میشه یه بانک داده عمومی داشت. یعنی داده ها توی مخزن عمومی ذخیره بشن. یه بانک داده عمومی که ادارش به عهده یه جور شورای مشورتی مستقل باشه. این طرح هنوز اول راهه. ولی بخش مهمش ایست که هر کسی که بخواد به این داده ها که در مخزن های محلی یا ملی نگهداری میشن دسترسی پیدا کنه، باید مجوز بگیره و احیانا مبلغی بپردازه. درآمد حاصل از این بانک های داده هم قراره در حوزه های رفاه عمومی سرمایه‌گذاری بشن. اما تکلیف استارتاپ های کوچک که دنبال کارهای نو هستن چی میشن؟ زیر دست و پای این نهادهای بزرگ نظارتی عمومی له نمیشن؟ اما تلاش برای پسگیری کنترل اطلاعات ما تبدیل شده به دغدغه و دلهره خیلی ها، تا جایی که اساسگذاران جهان وب در پی ای هستند تا دریابند چه کسانی به اطلاعات ما دسترسی و کنترل دارند. تصور ما این بود که همین که مجانی و همگانی باشه کافیه که اتفاقهای خوب بیفته و آدمها چیزهای خوب خلق کنن، برای اینکه به بشریت ایمان داشتیم. ولی به مرور متوجه شدیم اینکه زیر ساخت شبکه و اینترنت مجانی و همگانی باشه کافی نیست. پیشنهاد سرتیم اینه که یک سیستم عامل باز به نام سالت نوشته بشه که روی سر همین شبکه جهانی کنونی قرار بگیره، تا کاربرها بتانند با همین مرورگرهای عادی به او دسترسی داشته باشند. در این طرح تمام داده های ما روی پادهای خود ما ذخیره میشه. هر پاد میتونه به پادهای دیگه وصل بشه و اگر کاربرها بخواین میتونن اطلاعاتشان را با هم یا حتی با اپلیکیشن ها و سازمان های دیگه رد و بدل کنن. بنابراین به جای ای که شرکت های بزرگ داده های ما را انبار کنن، هر اپلیکیشن روی پلتفرم سالت که بخواه از روی پاد داده های شما بخونه یا رویش بنویسه باید از شما اجازه بگیره. و این حق انتخاب خیلی مهمه، به خاطر اینکه شما میتونین از بین کسانی انتخاب کنین که به حریم خصوصیتون احترام میذارن و اختیار کامل بهتون میدن که کی یا چی میتونه به اطلاعاتتون دسترسی داشته باشه. ارزش داده های شما برای خودتون بیشتره تا برای یه شرکت بزرگ. برای یه شرکت شما یه نقطه این در یک میدان داده. تنها خاصیتتون اینه که عادتهای پول خرج کردن آدمهای مشابه شما رو مشخص میکنیم، ولی برای خود شما، شما خودتونین. سرتیم معتقد این پروژه آن دسته از کاربرانی که از اینترنت مرکزگرا کلافه و دلزده شدن را به تکاپو بندازه. او امیدواره از دل این پروژه یک اکوسیستم متشکل از شرکتها، اپلیکیشنها و پادهای داده غیر متمرکز در بیاد. اما نکته جالب اینجاست که شرکت‌های فناوری هم در همین راستا به تکاپو افتادن. طرح جدید را افتاده به اسم پروژه انتقال داده که امکان انتقال داده بین پلتفرم‌ها را فراهم می‌کنه. فعلاً شامل گوگل و فیسبوک و مایکروسافت و توییتر میشه. نکته مهم اینه که بشه داده رو مستقیم از یک شرکت خدماتی به شرکت دیگه منتقل کرد. البته ملاحظات فنی هم در کاره. ولی به هر حال جای خوشحالی داره که شرکت‌های بزرگ هم به این جریان پیوستن. هدف نهایی نوعی کنترل کامل کاربر بر اطلاعاته. و این احتمال هم وجود داره که غول‌های فناوری واقعاً تمام تلاششون رو بکنن تا امنیت اطلاعات ما را حفظ کنن. بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ای هستن که به اندازه شرکت‌های فناوری یا حتی بیشتر از من اطلاعات دارن. و من به مراتب کمتر از شرکت‌های فناوری که دست کم دارن تلاش می‌کنن راه حل پیدا کنن بهشون اعتماد دارم. به خاطر اینکه فشاری که ما بهشون میاریم واقعاً روشون اثر می‌ذاره. اگه شرکت‌های فناوری به اون بدی که ما فکر می‌کنیم نیستن، شاید باید نهادهای نظارتی یکم در نظارتشان بر اونا خلاقیت به خرج بدن. اما سرعت تحولات در این حوزه اینقدر زیاده که نظارت و کنترل به هر شکلی سخت میشه.
اول باید در سطح ملی ذهنیتی ایجاد کنیم که بشه بر اون مبنا کار کرد. برای اینکه اگر روی حریم خصوصی محدودیت بذاریم، جلوی ابتکار و خلاقیت رو میگیریم. ولی اگر بتونیم اصول و ارزش‌های رو جا بندازیم که بر اون مبنا عمل کنن، بدون اعمال محدودیت راه رو بهشون نشون میدیم. خیلی ها به این باورند که اگر ارزش اطلاعات ما بیشتر از نفت و زر نباشه، کمتر هم نیست. اما اطلاعاتی که ما داریم شبیه گنج پنهان است. کار سخت هم پیدا کردن و استخراجش. مواد اولیه به تنهایی کافی نیست. یعنی اگر من مواد اولیه را داشته باشم ولی ندونم با شکار کنم، قطعا غذایی که میپزم خوب در نمیاد و نمیتونم بفروشمش. در مورد اطلاعات هم همینه. اما پدر شبکه جهانی همچنان امیدوار است که رویای یک شبکه دموکراتیکی که مبنای اولیه کارش بود تحقق پیدا کنه. کنترل کامل بر اطلاعات شخصی تصویر بسیار جذابیه. البته برای هر کس که درک کنه این کنترل کامل یعنی چی. خب دوستان، به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما میتونید ببینید به نشونی bbcpersian.com/click. همینطور در یوتیوب BBC فارسی این برنامه و برنامه‌های پیشین در دسترس هستند. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر با شناسه @persianclick با ما در تماس باشید و نظرها و پیشنهادهای خودتون رو با ما در میون بگذارید. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.